ملال یوسف زای برنده جایزه صلح نوبل در سال 2014 و فعال حقوق زنان با حمایت از زنان محجبه هند از دولت این کشور خواست تبعیض علیه آنان را خاتمه دهد بحث هجاب در ژانویه در کالج دولتی پیو در شهر اودوپی در ایالت کرناتکه آغاز شد که در آن از شش دانشجویی که با روسری در کلاس های درس شرکت میکردند خواسته شد تا محوطه دانشگاه را ترک کنند این موضوع اکنون به بخش های مختلف ایالت سرایت کرده و جوانان هندو با حمایت راستگرایان افراطی علیه حجاب دست به تظاهرات میزنند ملاله در واکنش به این تحولات در توییتر خود نوشت ممانعت از ورود دختران با هجاب به مدرسه هولناک است شی انگاری زنان همچنان ادامه دارد رهبران هند باید جلوی به هاشی راندن زنان و مسلمان را بگیرند در همین حال تمام مدارس و کالج ها در کرناتکه برای سه روز تعطیل شدند دادگاه عالی کرناتکه در حال رسیدگی به دادخواستای پنج زن از یک کالج دولتی در اودوپی هست که به محدودیت های حجاب اعتراض کردند دوشنبه گذشته صدها هندی در دو شهر ایالت کرنات که با در دست داشتن پرچم هند نسبت به تصمیم ممنوعیت هجاب در مدارس و دانشگاه های این ایالت تظاهرات کردند آنها انتظار دارند دادگاه حالی این ایالت با لغو ممنوعیت هجاب و صدور مجوز بازگشت دانش آموزان محجبه به مدرسه به درخواست این معترضان رسیدگی کند سمی روشن مدیر سازمان اسلامی دختران در کرناتکه در کنفرانسی خبری گفت این تصمیم ماهیتی تبعیض‌آمیز دارد و با حقوقی که در قانون اساسی هند آمده در تضاد است